سلام به برعکس پشن اپ ریاکشن دارم هر چی هستید خوب در جیک پایتون جی مثبت باشید سهراب هستم عشق دلی روحام هستم ستون های دل بای برنامه دیگه در خدمتون هستیم آقا همین دیگه چرسی ترک داد آره چرسی ترک داد عالی شد به نظر من چرسی ترک داد یعنی این ترک قبلی چرسی از چنل پوتک بود درسته؟ نمیدونم من اطلاعی ندارم این ترکی که الان اومده نه ترک قبلی که داده بود فکر کنم از چنل پوتک بود نمیدونم و اینکه بعد اینم اومد تو چنل خودش پس اینجا نتیجه میگیریم که قرار نیست تمام کارها از لیبل سیکشن 13 یا لیبل پوتک بیاد یه سری از کارها آره یه سری از کارها که یه هایپی به آرتیست بده هایپی هم به خوده و آرتیست بیاد تو چنل خودش اون هایپی که گرفته رو استفاده کنه بیاره خودش رو بالاتر دوباره حالا هایپه هم پوتک بهش میاد هم هایپی که خودش اضافه کرده به خودش و این واقعا هوشمندانه است زنده باد زنده باد خب بریم ببینیم موزیک ویدیو کشیدی پر کشیدی پر آفیشال موزیک ویدیو 3 دقیقه و 16 ثانیه است تو تا ویدیو با ما باشید ببینید چه خبره برو بریم ببینید چه مکنه بح 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 بزنم که میخوام تحلیل کنم بدجور ایوان برو بریم واینک نمیبینم تحلیلت نمیاد؟ نه نمیدیدم درست او سیرابه میام شب دیگه خاطرامونو نبوده به کارگردان کیه؟ یهویی به سرم زد ببینم آره کل کسو کل کسو بخونیم دیگه حالا که اومدیم آره بیت میکر هم چکودی آره کو پرودوسر و میکس مسترینگ سعید دهقان وو دیجیتال دیستریبیوتر میوزیک دی بی اسپیشال تانکس تو لوکی لوک و سهندم زد وو اوکی بریم ببینیم چه مطمئن بودم که کار برادران قیاسیانه خیلی دوستان ببینم اینا چجوری ساختن که یه پنجره ای هست که یه نور قرمز از این پنجره مثلا اومده آره حالا یه پنجره‌ای بوده احتمالاً استفاده کردن آره شاید تو استودیو باشه شاید آره یه خورده مبل آوردن لبه پنجره یه نور گذاشتن دیگه پشت پنجره به تابه باحاله ولی اصلا نیازی نیست پنجره باشه تکنیک 22 آها چرا اتفاقا تکنیک 22 تکون خورد آره. یه چیز بهت بگم من گوشهاشو میبینم یک صاف نمیره اینجوری میشه آره. بعد دور پدید بعدیش از اینجا میاد زاویه‌ای داره آره تکون خورد ترون گذاشتی از من چی میشم پس من چی میشم پس آقا تکنیک 22 سهراب گفتش یه تکنیکیه که من انجام داده بودم آره انجام داده بودیم و اینکه اونجوری بین خودم دادم من تو رو از دست هستم من چی میشم پس
میشم پا دهنت سه چهرسی همه چی رو تست میکنن. آره این سبکو بودم باید جاد زیر خاکم صدا اونوش نمیا میار میار کشیدی پر دادم من تو رو از دست تنهام گذاشتی از غم معمولا دیگه آه آخرش بود باز دادم باش میشم پس من چی میشم پس چنلشه عوض کرده اونو یه چه باله این پروفایل بابا جدیدشه بیت میکر هم که گفتیم بچه هم کس هم خوندیم آره آره کس هم رو خوندیم بردان ریاسیان عالی بودید ستونا آره اصلا معلومه ایده های شماست و شات های شماست معلومه به خصوصه آره کما این که بیت میکر بیتش هم باحال بود آره بیت هم ولی... تنظیم و بیت و اینا خیلی خوب بود تنظیم صد بود تنظیم و واقعا پشمام ریخته چیری اون جیغ رو کنترل کرد نمیشه آره ببین نه اینکه چی جوری کنترل کرد شاید مثلا بگم خب میشه کنترل کرد میشه حرکت های زد اینکه زیبا جاشه میدونی رو مخت نباشه خیلی باحاله و لذت بخش باشه میدونی و سعید دهقان همیشه ثابت کرده که دیوونه است تو این قضیه ها کسه واقعا خوبی داشت بچه ها همه نامی بودن یعنی آره اسمی خیلی این لفظ قدیمیه اسمی آره مجموعه کار باحال بود مجموعه کار باحال بود چرس معروفه به متفاوت کار کردن دیگه همیشه استایلوی متفاوت کار میکنه باحال بود و همین دیگه ولی هنوز فلیم چرسی فلیم و ایلیگال ریمیکس آره آره این دوتا اصلا دوتا تاپن تاپ چرسی هم بنظرم تکرار نخواهد شد حتی اگه خود چرسی هم بنظرم تلاش کنه تکرار نخواهد به همیشه یه نقطه اوجی داره کریرت یه چیزی داره که تمام کاراتو آندو میکنه خود خیلی از آرتیست های اونورم دوچار این قضیه هستن کما اینکه خیلی از آرالم چرسی بوده خیلی ها هستن درگیر این قضیه که یه کار بمب دادن بعد دیگه اون میمونه تو خاطره ها و ذهن ها مثلا من اسم میکنم برای دورچی تا ابد دم ثینگز باشه آره حس میکنم دورچی بنده خدا این حواشی آخر محو شد اصلا دیگه حالا نیست نمیدونم چرا کار نمیکنه فکر کنم داداش اصلا یه چیزی داره که کار نکنه یعنی میدونی منظورمو یه دلیلی داره که یه بالاخره اذیتش کردن آره شاید یک وثیقه ای یه چیزی بعد یه دونه ترک از دورچی لیک شد نمیدونم این آیا واقعا لیک شد خود دورچی خیلی تاکید داشت هم خود دورچی مثلا دیدی من یه تئوری توتره داشتم این بود که مثلا گوش ندادم هیچ جورت یه تیکش هم گوش ندادم به خاطر اینکه خیلی تاکید داشتن بچه ها و حتی اگه جای پلی بود من میرفتم اونور میدم آشنا نیست این ترک دورچی میرفتم اونور اول توری توته هم این بود که نکنه این ترک چون دستور داشتن کار ندن و این ترک آماده بود اینو دادن بیرون که اونور تحت فشار قرار نگیرن و فعالیت آرتیست هم باشه بعد که دیدم آردا خیلی سفت گذاشت که آقا نه اصلا به هیچ وقت گوشم ندین حتی این اصلا بدور از لیاقت شماست که همچین کار
نصف نیمه یا مثلا گوش بدین و اینا. اینجا دیگه خیلی شکم رفت سمت این که نه آقا از قصد ندادن بیرون، لیک شده واقعا. من داده پیروز فهمیدم مثل اینکه ترچی لیک شده. لیک شده داشت این فکر کنم دو سه هفته از اومده تقریبا. من دیر پیروز آره بودیم تو همون چیزیو بحث صحبت ها شد. آره. پلی شد مگه؟ نه یکی بچه ها پلی کرد، من رفتم اون وای با هم سوزون یارو گفته گوش ندیم مثلا. آها من که اصلا نمیرس کما اصلا یادم نیست کی پلی کرده بود. کما این که همین دیگه. آره دیگه دم یک هایکتون گرم، مرسی که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. امیدواریم که همه آرتیست ها شرایط برای فعالیت براشون مساعدتر بشه دیگه. خود عجیب غریب شده الان دیگه. سپر خلصه حاجی کش سیاده نه حاتمی هم. یا سرگردونی مثل فندکت حس نمی کنم، ولی کش سیاده نه حاتمی بیشتر. آره زدبازی تابستون کوتاه است. آره بعضی ها آره دارن. پیش رو چیه؟ پیشو بهرام 24 ساعت است میگم. پیشو چیز دیگه. این دیوونه وجدا این دیوونه هم خیلی خفن داره. بهرام 24 ساعته. 24 ساعت. کیو داریم باز؟ هیچ کسیه؟ سورنا چیز مستی. وای آره سورنا مستیه. سورنا مستیه. هیچ کس؟ هیچ کس اسم میگم مثلا خدا مگه آشغالم. آره اینجا تهران هست ها. یعنی چه فکر میکنم باشه. فکر میکنم بگید تو کامنت ها باز. آره کیا چی هست ماندگار باحاله واقعا. یاس چیه همچی ترکیش؟ یاس لاله نه فهمیدم لیاس. اونی که برای سفارشی یاس یه دونه از نسل چهار بگیم دیگه تمام کنیم قضیه رو. مثلا هیپاپولوژیست مثلا کاردیه؟ نه هیپاپولوژیست قرص بود. قرص آفرین. یا مثلا ریبار چیزه خشاب دارن. گادپوری فکر میکنم زاکان. گادپوری کیلو کیلو نیست؟ کیلو کیلو هم کیلو هم میتونه باشه. آره خیلی خوب آدم. عشق دلی مثل که تا اینجا برنامه با ما همراه بودید. لاوی گایز بیس اوت.